سلام بینندگان عزیز خوش آمدید به گفتمان کنونی ما تا جایی که در جریان قرار دارید عملات انتحاری و حراس افغانی در افغانستان رو به افزایش است و دولت افغانستان هم آمادگی های در عرصه مذاکره و همچنان در عرصه نظامی از خود نشان می و گفته میشه که دستاوردهای داریم تعداد زیادی از, از این گروه های حراس افغان را ما بازداشت کردیم ما در این گفتمان مهمانان محترم دعوت کردیم تا روی چگونگی درست بودن یا نادرست بودن گپای مقامات دولتی و همچنان چگونگی مبارزه با این حملات سوالات رو بایشان مطرح بسازیم آقای صدیق الله توحیدی روزنامنگار آقای فاضل سانچارکی سخنگوی اطلاف تغییر و امید آقای واقف حکیمی سخنگوی جمعیت اسلامی افغانستان و فرهاد عظیمی منشی مجلس نمایندگان افغانستان همچنان رئیس مرکز رسانه های حکومت قرار بود که در بحث ما تشریف داشته باشند با تاسف در آخرین لحظات اونا مذرد خواستند در آغاز از آقای سنچارکی میخوایم پرسان بکنیم که علت افزایش عملات انتحاری نسبت به سال پیش چی بوده و تدابیر دولت شما چگونه ارزیابی میکنیم؟ خب چند نقطه را میشه که در نظر گرفت اولی نقطه ای است که در سال گذشته قوای ناتو و ایساف ضربات بسیار خود خرد کننده بر طالبان وارد کردند و صدها تن از افراد کلیدی گروپ های مسلح مخالف از بین رفتن شکار شدند و زربات خیلی سنگین بود در عملیات های مختلفی که در نواحی مختلف کشور صورت گرفت به این خاطر تصور بری بود که گروه طالبا یا گروه های مسلح مخالف در مجموع توان و قدرت خود از دست دادن و حذف شدن و دیگه یک خطر جدی به حساب نمی آین. در سال جدید سازماندهی یک سلسله حملات با این هدف ظاهرا صورت می گیرد که یک بار دیگه گروه های مسلح مخالف قدرت و توان خود که جنگیدن در میدان و صحنه را ندارن از طریق انجام یک سلسله ترورها و عملیات انتحاری حضور خوده و حضور خشونتگرانه خود در عرصه امنیتی کشور به نظرها برسانند از طرف امنیتی دیگر... آقای ادعا داره که ما تعداد زیاده یعنی بیش از آنچه که حملات واقع می و به مراتب بیشتر از این بازداشت کردیم پیشگیری کردیم اطلاعات شما چی است که آیا چین گپای واقعیت داره؟ متاسفانه افکار عمومی مردم افغانستان در جریان این موضوع قرار نداره که چه تعداد از افراد گروپ های مسلح مخالف دستگیر شدن چرا که یک شفافیت و روشنگری در خصوص از طرف حکومت افغانستان داده نمیشه و حتی کسانی که دستگیر میشن در صحنه انجام عملیات مردم نمیفهمن که با اینا چی برخورد میشه اینا محاکمه میشن اینا به جرم خود اعتراف میکنن اینا یا محکوم میشن سزایشان چی است دی ارسه ها و موارد هیچ نو روشنگری و اطلاع رسانی متاسفانه صورت نمیگیره از جانب دیگر نقطه که بسیار شکنندگی و آسیب پذیری ساختارهای امنیتی را افزایش داده او نفوذ تعداد زیادی افراد گروه های مسلح مخالف در ساختارهای امنیتی است مکانیزم جلب و جذب افراد در ساختارها معیاری نبوده و درست نبوده و از این زمینه گروپ های مسلح مخالف سو استفاده کردن داخل ساختار آمدن شما میبینید که اکثر عملیات های انتحاری از درون نیروهای امنیتی و با, با استفاده از لباس های افراد اردوی ملی یا گروپ های امنیتی صورت میگیره و این به سر خود حکومت افغانستان یا عمدن یا از روی بیکفایتی و نادانی در اختیار اونا مساعد ساخته که اونا میتونن از این استفاده کنند آنچه که یکی از راهکارها است مذاکره و مفاهمه با گروپ های مخالف یا با آه، طالبا آه، از دیدگاه اطلاف تغییر و امید چقدر مؤثر است این شیوه؟ گفتگو و مذاکره یک ضرورت است، یک اصل است، یک نیاز است اما گفتگو و مذاکره که پشت سرش یک اراده جدی، یک صداقت، یک طرح و یک برنامه وجود داشته باشه متاسفانه حکومت افغانستان با مصالحه و با گفتگو فقط بازی میکنه و صورت موسوی حرکت می از عدم صداقت ای برنامه را شما می شما بینید گفتگو که نامیست. گفتگو و مذاکره وقتی که ما وقتی که دستگاه ها یا نهادهای مدرن و اساسی را در ساختار دولت داریم پارلمان را داریم، دستگاه دیپلماسی را داریم، قوه قذا را داریم، احزاب سیاسی را داریم، جامعه مدنی را داریم، حکومت را داریم. چرا ما باید به خاطری که بتانیم یک پروسی کلان ملی را راه اندازیم پس ما متواصل میشیم به یک سلسله نهادهای بسیار سنتی کهنه فرسوده و بی اعتبار که این که ما را میبره از اصل مسائل به مسائل میبره کرزای و حکومت رئیس جمهور کرزای فقط میتونن که در هر شرایط اینا نهادسازی سازی کنن کمیسیون سازی کنن شما هدف دقیق میدونید اما درست بله شما هدف را درست میپنداری اما ابزار را ندارست؟ ولی ما کاملا دا 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 مذاکره یک ضرورت است ما همواره طرف داریم مسالیه و گفتگو بودیم اما مسالیه و گفتگویی که برنامه داشته باشه یک نیاز باشه از درونی خاص ملت افغانستان جوشیده باشد باشه به صورت از بیرون تحمیل نشه و افغان ها باید با هم بیرون هدف شما کی است که کی تحمیل میکنه؟ این یک سلسله کشورهایی که منافع دارند در بیرون از افغانستان میخوان عوامل خود به شکلی از در قالب گفتگو و مذاکره بیارند در داخل ساختار نظام مشخص ساخته میتونه کدام کشور را بیشتر اصلا مردم افغانستان میشناسن و افکار عمومی مردم افغانستان میفهمند کدام کشورها چی کسانی را میخوان با زور و تحمیل و فشار بالای مردم افغانستان حاکم کنند ما میخوایم که اگر افغان هستن در قلمروی جغرافیایی افغانستان با هم زندگی میکنن شما و شما هم مانند رئیس جمهور در ابهام گپ میزنید نمیخواید صراحت بدید کدام کشورها از دید اطلاف شما به نظر میکنم. ما هیچ ابهامی وجود نداره دشمن نظام کاملا شناخته است و با زبان بران خودش اعلان میکنه که ما دشمن نظام هستم <applause> میخوایم از طریق زور نظام در واقع سخود بتیم کاملا مشخص است سخنگویاش اعلان میکنه و کشورهایی که پشت سرشان است اونها اعلان میکنن اونها میگه که مذاکره و گفتگو و مصالحه از طریق ما صورت بگیره ما میگیم چرا افغان خودشان با هم گفتگو نکنن چرا کشور خارجی باید بیا اینجا کسانی را به زور سر ما شما تحمیل کنه و این خاطر ما شک داریم به اراده قاطع رئیس جمهور کرزی به صداقت گفتگوها به طرها و برنامه ها ما میخواهیم یک گفتگوی واقعی و اساسی ملی صورت بیا در افغانستان در روشنایی دیدگاه پارلمان افغانستان قوه قضا جامعه مدنی افغانستان یک مسئله ملی هم باید شریک شوند آقای مسؤولان امنیتی را شما چند پیجر مجلس احضار کرده گفتہای از اونها تا کدام اندازه بر شما قناعت بخش بود و چه دلیل میگفتن که چرا جلوگیری نمیشه حملات ترور افغان و همچنان کشتار غیر نظامی بسم الله الرحمن الرحیم البته به شما بهتر معلوم است که اظهاراتی که از طرف مسئولین امنیتی در مجلس نمایندگان صورت گرفت به این وجہ قناعت اعضای مجلس نمایندگان را فراهم نکرد و اونها چندین بار است که در رابطه به عملیاتهای انتهاری و همچنان عملاتی که از طرف نیروهای اعتلاف صورت می گیره و باعث میشه که تا هموتنان ما به خاک و خون کشانیده شوه اظهار بی اطلاعی میکردند و اظهار حجز میکردند ولی در این شکل نیست که دشمن همیشه در تلاش است که تا نکات بسیار استراتژیک را عمله بکنه و وحشت در بین مردم افغانستان در زینت های مردم افغانستان ایجاد بکنه شما ببینید عملیات هایی که در این اواخر صورت گرفته بلخص آدسه تخار در اینجا شخص مهم است کسانی که رویه دارند که در مقابل مخالفین دولت افغانستان بجنگند به صورت مشخص اونا مورد نشانه قرار میگیرند و به شهادت رسانده آقا میشن آقای تنها آدرس تخار که قماندان زون سی سی پامیر آقای جنرال داوود دو به شهادت رسید حایز اهمیت نبود برای مردم افغانستان بلکه حوادث دیگه آن مانند حمله به شفاخانه 400 به وزارت دفاع پیشتر از قماندان امنی قندوز قماندان امنی قندار و حتی قبل برو هم اثرات خود را داشت بالاخره دولت با, با ویژه حکومت مسئولان امنیتی در حد حرف اکتفا بکنند در برابر از این پاسخ مجلس نمایندگان چیست؟ ببینید وضعیت در در مجلس نمایندگان در این اواخر طوری است که تصمیم قاطعی که باید مجلس نمایندگان در خصوص مسئولین امنیتی و سایر مسئولین حکومت افغانستان مطابق به صلاحیت هایی که در قانون اساسی پیش بینی شده باید بگیرند متاسفانه این وضعیت در مجلس نمایندگان وجود نداره وقتی که بحث آغاز میشه همیشه مجلس به نو زنها تشنج کشیده میشه و اصلا علاقات چی در حکومت چی در بیرون از حکومت اینا نمیخواین که مجلس نمایندگان در خصوص نارسایی هایی که حکومت انجام میته مسئول هر مسئولی که نسبت به اعضای مجلس نمایندگان you <laughs> جواب است ارگاه تصمیم گرفته شود و این تصمیم با چالش مواجه میشه و متاسفانه تا انوز مسئولین امنیتی جواب و پاسخ قناعت بخش به خواسته ها و نظریات و پیشنهادات اعضای مجلس نمایندگان نداده و شما میبینین که عملا هر نوبت که اینا در مجلس حضور پیدا میکنن راجع به دستاوردهای خود صحبت میکنن ولی ناهمنی در سراسر سر کشور گسترش پیدا میکنه عملیات های و عملیات هایی که باعث از بین بردن مردم افغانستان میشه این روند ادامه داره و متاسفانه این مسئولین تا هنوز نتونستن که جلوی عملیات ها رو بگیرن علت از هم پوشیدگی افکار نمایندگان مردم با در باره تصمیم گیری در مورد مسئولان امنیتی چی است؟ آیا آنچه که آقای سنچارکی میگه دستای خارجی است یا عدم درک و فهم ای تعداد افرادی که ورشکست میسازند فکر عمومی در باره تصمیم گیری های کلان ببینین از که در حکومت افغانستان متاسفانه با دشمن یک تعریف مشخص وجود نداره این مسئله باعث شده که رویه دفاع از, از مردم افغانستان در وجود نیروهای قوای مسلح افغانستان خدشه‌دار شود بنا این اثرات به ای مو شکل با پارلمان کشور در بین اعضای مجلس نمایندگان سرایت میکنه و بسیاری مواقع اعضای مجلس نمایندگان اونا هم دوچار فکر میشن که یعنی دشمن کی است و به چی شکل باید در مقابل از او جبه گرفت موقعی که بس آغاز میشد بعض ملحوظات دیگری که مردم افغانستان متاسفانه با او سردوچار است این مسائل نیست در ذینیت ها انکاس پیدا میکنه و بالاخره در صحبت ها احملان انسان احساس میکنه که یک سلسله تفاوتای در بین مردمه افغانستان خصوصا بین اعضای مجلس نمایندهگان از لحاظ سمتی او از لحاظ قومی او از لحاظ زبانی او مسائل متاسفانه وجود داره و به نو از اونها این مسائل, ای مسائل ای کشانیده میشه شما این فکر را در بین مجلس ته بهال ترویج ساختی که بلخره این حملات روز دامنگیر مجلس هم است یا بسیاری از اعضای مجلس هم آسیب های از این حملات را افغانی دیده به این نقطه قابل هم توجه شده تا کنون؟ ببینید همیشه تاکید شده اعضای مجلس نمایندگان تاکید کردند که یکی از مسائل که امروز مطرح است خود امنیت مقر شورای ملی است و آسیب پذیری خود اعضای مجلس نمایندگان است با واسطه که بارها این مسئله تاکید شده و تدابیری هم گرفته شده و امیدوار به ای هستیم که تدابیر جدیتر از طرف حکومت افغانستان در رابطه به پارلمان گرفته شود و اعضای مجلس نمایندگان این نگرانی را داره و امیدوار هستیم که به این نگرانی ها پاسخ داده شود. بینندگان عزیز بانو بلقیس روشن نماینده مردم فراه در مجلس سنای افغانستان در بحث ما حضور پیدا کردن خوش آمده خانم روشن همچنان مسئول دفتر رسانه های حکومت مرکز رسانه های حکومت آقای حکیم آشر قرار بود که در بحث ما تشریف بیرند حضور ندارند او سوالات و پرسش هایی را که های ما متوجه حکومت ساختن بدون پاسخ میمونه. آقای حکیمی عیب در کجا است چرا روز به روز جنگ افزایش پیدا میکنه و توانایی های دولت بسندگی نمیکنه در برابر این حملات در پاسخ باید عرض کرد که بدون شک وقتی ما ده سال یکی پی دیگر مقایسه بکنیم از آغاز این تحول تا امروز ما شاهد یک سیری معکوسی از امنیت در افغانستان هستیم هرچند باورها با این بود که روز به روز رفت رفته رفته باید با حضور نیروهای خارجی با قوت گرفتن نهاده های نهاده های حکومت و حکومت سازی باید ما شاهد امنیتی بیشتر باشیم ما بین ده سال و افزایش نیروهای خارجی در افغانستان دولت سازی در افغانستان از جمله نهاده های نظامی و امنیتی و استخباراتی متاسفانه ما یک تناسبی معکوسی در عرصه امنیت شاهد هستیم هرقدر ما به امروز میاییم آنچه که شما با... میفرمایید مردم افغانستان هم اکثرا به می باور هستند از دید شما از دید جمعیت اسلامی <متصف> افغانستان نقطه ضعف کجا است در کجا من میخوام عوامل بگم اینو به یک واقعیت عرض بکنم و بعد عواملش به عواملش اشارت بکنم عوامل زیاد و متعدد داره عوامل داخلی منطقی ای فرا منطقی که بارها هم گفته شده عوامل بسیار مشخصش ای است که از ابتدا استراتژی های حکومت در قسمت خاصتا پرداختن به نهادهای امنیتی و نظامی و استخباراتی از دیده های کج ناشی می شد به این معنا که در ابتدا هم جامعه جهانی که در اینجا حضور چندان چشمگیری در ابتدا نداشت بعد از موافقت نامه بند یک بحثی کلان امی بود که خطر طالبان خطر القاعده تقریبا خطر منتفی من دیگر خطر منتفی تلقی میکردند متاسفانه و متاسفانه تمامی توجه ها متوجه داخل افغانستان و تصفیه داخلی به معنای کنار زدن مجاهدین از عرصه صورت گرفت این بسیار کلانی بود این اشتباه منتفی شده کنون نه نه میخوام عرض بکنم میخوام عرض بکنم به این معناکی به این معناکی ارتش مجاهدین که هم انگیزه داشتند هم نیرو داشتن هم مورال داشتن در مبارزه برای امنیت افغانستان استقرار افغانستان اینها بلطایف الحیل گای با فریب و خدا برخی از کسانی از داخل مجاهدین هم فریب زرق و برقی حضور جامعه جهانی و نمیفهمم رسیدن به کرسی های دولت و اینا رو خوردن حتی نیروهای مجاهدین توسط مجاهدین خلی سلا کردن برخی از کسایی که متولی وزارت دفاع شدن سمت را در وزارت دفاع در ابتدای امر گرفتن یکی از برنامه هاشان از مهمات امورشان خلی سلا, سلا کردن مجاهدین بود مبحث بروسه کشمار... دی دی آر و دایاک اینا همه در این راست آمد بالاخره دولت کسانی که بر عریقه قدرت به ویژه در حکومت تکیه زدند اکثرا اکثرا مجاهدین هستند رئیس جمهور ماونین رئیس جمهور چه دور پیشتر چه دور کنونی و به ترتیب وزارت ها اکثر وزارت خانه ها و بسا جای دیگه چگونه شده میتونه که آدم منتفی بدانه نقش مجاهدین در این نظام اگر کرزه مجاهد نیست مارشال فایم مجاهد نیست خلیلی مجاهد نیست پس کی مجاهد است به نظر شما ما منظورم،, ما منظورم در حکومت نیست در کجا من نهاده های،, نهاده های نظامی و استخباراتی را گفتم خاصتا وزارت دفاع را گفتم مثلا شما ما که پنهان است که همه مجاهدین خلی صلاح شدن در دو پرگرام گسترده دی دی آر و دایاک خلی سلا شدن کسانی که دوباره جذب شده در, در دی میلیا دوب... دوباره, دوباره جذب شدن با میاره ها و ارزش ها و میکانیزم های دیگری که او صلابت و او حضور رو گپ از دست دادن هزاران هزار مجاهدی با نیرو با انرژی با انگیزه وجود داره که از صفوف اردوی ملی کنار زده شدن بحث های دیگری متاسفانه در اردوی ملی مطرح شد برای جذب افراد جدید بدون شک خلای کلانی به وجود آمدک حتی برخی از این تازه از کسایی که به شهادت رفتن خان محمد مجاهد من نمیفهمم کسانی دیگری در یک دوره طولانی از بیوزیفگی و دیدیار شدن تای کردن و فکر میکنم اگر من های... برداشت درست کرده باشم از گپ شما زدودن مجاهدین از حکومت و ترور مجاهدین توسط حملات انتحاری این اردو از یک من با آب میخوره چشم یکی است ممکن است ممکن است دسته های بوده باشد دیده های, بوده باشه، دیده های کجی،, کجی وجود داشته باشد حتی متاسفانه ممکن است بسیار ممکن است که برخی از کسایی که خودشان م... سهیم در حکومت میدانند شاید وظایف و عرفه را داشته باشند دیدشان در, اف... در افغانستان یک دیدی ملی نباشد حتی ممکن است هم طالب با کشتن چنین افرادی برنامه بر ریزی خوشحال باشه و یک تعدادی اگر برنامه در برنامه ریزی شریک نیستن لاقل در خوشحال شدن شاید شریک باشن این چیزی واقعیت های مهم گروپ هایی که مهم است اف... کشته شدن سران مجاهدین خوش می و در نظام صحیح هستند کدام است هستن؟ ممکن است این افرادی وجود داشته باشه اما بحث اینجاست که بحث اینجاست که ما طوری که یکی از پیشتر گفتم که میتونه یکی از عوامل مهم افزایشی بازگشت طالبان و افزایشی بی امنی ها و حضور طالبان در 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 عرصه باشند اما آنچی به عنوان مذاکره و مفاهمه با طالبان مطرح میشه واقعا طوری که دوستا میگن آقای سنچارکی گفتن که باید از یک پایگاه ملی باشد در هدف بودنش شک نکردن آقای واقف سوال ما بدون پاسخ ماند وقتی شما میفرمایید که سران تاثیرگذار در داخل حکومت کسانی هستند که به شکل از اشکال مجاهدین نزدند، و به کشته شدن سران مجاهدین مثل خانم امامه مجاهد خوش میشه ما... پس مذاکره در اینجا نقش دومی ما... ما... نداره چرا میخوام... با این مردن تصفیه حساب میخوام... نمیشه من میخوام بگم که در حکومت به عنوان یک واقعیت عینی جامعه چنین رواندی انجام شده چنین آلتی بوده نه تنها حکومت بسیاری از کسایی که سنگ دفاع از مجاهد بودن و حمایت از مجاهد به سینه میزنن متاسفانه دید برنامه شریک بودن اشتباهات بسیار کلانی در این جریان صورت گرفته از موافقت نامه بون تا امروز به تکرار این, 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 اشتباهات صورت گرفته این اشتباهات تنها منحصیر به یک کس به دو کس و مقصیر یک فرد دو فرد نمیشه دانیست بلکه یک تیفی از کلاری که امروز شد است یک جمعشان از ناراضیان این جریان تلقی شوند دیروز از پرچمداران این جریان بودند حتی از حتی, حتی بسیار تلاش میکردند برای اینکه خودشان با روال وفق بتن یک تعداد بنیادگرا معرفی میکردند یک تعداد افراتی معرفی میکردند یک تعداد از جمع خودشان آقای واقف آنچه که شما میفرمایید یک گروه مشخص یا یک مجموعی اینا اگر در قدرت بودند لبک میگفتند به فرمایشات رئیس جمهور و کسایی که فرمایش دینده بر رئیس جمهور بود کنون که نیستن منتقد هستند اینا رو یک طرف می گذاریم. آنچه که مربوط جریان شما از که سخنگوی جمعیت اسلامی هست. بیشترین تلفات در برابر طالب و بیشترین جنگ در برابر طالب را ای سازمان کرده وقتی که چنین است چرا خاموش است رهبری جمعیت اسلامی افغانستان در برابر او مجموعی که هم بر قدرت هستند و هم به کشته شدن سران مجاهدین که اکثرش هم مربوط جمعیت است خوشحال میشوند شوند خاموشی شما از کجا است ما فکر میکنم کنم این بسیار اشتباه است که کسی فکر بکنه رهبری جمعیت اسلامی افغانستان در مجموع جمعیت اسلامی افغانستان در برابر این حادثه و در بر این وضعیت خاموش است چی کردیم؟ بلک جمعیت اسلامی افغانستان توجه بکنیم که ما در یک دهه بعد از از, از موافقت نامه تا امروز دیگر جمعیت اسلامی افغانستان یک سازمان نظامی دارای دارای گروه های نظامی مسلح نیست اما یک سازمان سیاسی خواسته بله در حد بلی. سیاسی چی نیست ولی جمعیت اسلامی افغانستان طوری که شما گفتید متاسفانه بیشترین این قربانی از از فرزندانی تربیت یافته جمعیت اسلامی افغانستان گرفته شده اما رهبر جمعیت در جنازه است معنای گپین برد. است معناش این است که جمعیت اسلامی افغانستان بخشی بزرگی از بار سنگین و مسئولیت امنیت و دفاع از مردم افغانستان به دوش میکشه رهبری جمعیت اسلامی افغانستان رهبری جمعیت اسلامی افغانستان هم در هیچ وقتی در برابر قضایای ملی افغانستان و سرنوشت سازمان و نیچنین قضایای بیتفاوت نبوده آقای توحیدی دید شما چی است؟ آنچه دولت افغانستان دستاورد می نامه که سخنگوی حکومت تشریف نداره تشریف میکرد کرد و آنچه که آقای سنچارکی و آقای واقف نقد میکنند اینا با هم مرتبط هستند بالای اهدافی که اثر باشه انگشت انتقاد گذاشته شده یا دید شما تورده بس اساسی این است که نه حکومت و نه هم جریان های سیاسی نه خردمندان نه عمل میکنن نه هم کردن چه این تشکلات سیاسی جمعیت اسلامی باشه و یا هم سایر احزابی که رسما فعالیت دارن آنچه را که ما دستاورد یاد میکنن اگر دستاوردی هست بر اساس وضعیت حاکم بر افغانستان است اگر نه ما شهروندان امین کشور بودیم و در این کشور زندگی کردیم و ما میدانیم که استاورتا از کجا آمد بحث گسترش ناامنی متاسفانه دلیلش در عدم رعایت حقوق بشری در افغانستان بود عدم رعایت حقوق شهروندی در افغانستان بود و بحث این که دشمن را هیچگاه دشمن نگفتند متاسفانه به طبیعت از دولت افغانستان جریان های سیاسی افغانستان هم دشمنان را حال دوست می که مشکل را ده چندان کرده اگر روحیه را حکومت پایین آورد و هیچ گاه انگیزه برای جنگیدن نداشت سرباز ما تشکلات و حزاب سیاسی هم دست کمی از حکومت متاسفانه در زمینه نداشت برداشت شما از گپای آقای حکیمی چی است که آیا اختلافات درونی مجاهدین یا رقابت های از اینا به خاطر داشتن کرسی یا مقام در دولت سبب شده که جنگ افزایش افزایش پیدا بکنه در افغانستان و یا بی برنامگی است ب... ب... سبب گسترش ناامنی نیست سبب تضعیف روند موجود است دقیقا اختلافات میان سران مجاهدین در حکومت افغانستان بود بعضی تلاش داشتند که به عنوان یک روند تازه این روند را حمایت کنند برخی هم ادعا داشتند که روند منتج به کامیابی نیست اما به هر حال در هر دو صورت وقت احزاب سیاسی عقلانی عمل نکنند و سیاست عمل نکنند عاقبت و نتیجهش چنین است که آسیبی که میرسه هم برای حکومت رسید هم برای مردم افغانستان رسید در حال حاضر حکومت افغانستان متاسفانه و عذاب سیاسی افغانستان هر دو بی برنامه هستند چی برنامه ای دارند اگر برای سال برنامه دارند من میپرسم که فرق میان ایمن الزواهری و اسام بن لادن و ملا عمر چیست؟ چی که جناب استاد میخوایم راشان مذاکره کنه مگر قاتل. تمام این شهدا که اکثرا منسوب به جمعیت اسلامی هستند اینا نیستن کیستن تعریف مشخص اینا ندارن میگن که ما مذاکره میکنیم با طالبان معلوم نیست با کدام با کدام طالب طالبی که به اثر ظلم و جفای حکومت و حکومتداران رفته یاغی شده و مسلح شده و میجنگه علی نظام این طالب طالبی که به اثر ترس و ظلم طالبان رفته در صفوف طالبان میرزمه، اینا طالب یا به فرماندهان طالب یا شورای کویت یا شورای پشاور یا گروه اقانی تعریف مشخص نه رئیس جمهور داره نه جناب استاد ربانی داره و اینا نمیفهمن با کی مذاکره میکنن این مذاکره اگر واهی و هوایی و بدون پشتوانه است به همین دلیل مردم افغانستان هم از, وز... از حکومت کنونی ناراض هستند هم از تشکلات سیاسی که فراگیر بودند و می توانستند جلو حملات کنونی را بگرن من اگر ساند... ساده اندیشانام هم باشد خدمت واقف سیب. ارز می کنم که مذاکره و جنگ با دشمنی که هیچ گونه ارزش بشری را بهش احترام قائل نیست این فکر میکنم غیر خردمندان است آنچه که آقای واقف دو مسیر کنار هم از جمله لازمه های رسیدن به آرامش دانست، مذاکره و احتماماتی که به قولشان جمعیت اسلامی انجام داده این دو با هم در تناسب است از دید شما شیوه مذاکره و آن چی که در برابر حراس افغانی باید استادگی شود <تص> نه جنگ بسیار مناسب و درست داریم ما در برابر طالبان و ترورستان که بهتر از ترورستان خطاب شود هیچ گونه اعتقادی من به مسئله استشهاد ندارم از جانبی که ادعا میشه انتحار انتحار است و آدم کشتن است و آزار رسانیدن به مردم است چی از هر جانبی که باشه مذاکره نه درست مذاکره هست نه جنگ درست و سرتاسری به خاطر امهای ای گروه پس جریان چی است؟ جریان یک جریان باب همه است که متاسفانه بالاخره به سقوط نظام کنونی خواهد شد مسئولان کسایی که به اصطلاح خود ادعای کلانی دارند رهبران مجاهدین کسایی که از آدرس قوم و مذهب و تنظیم و امثال ازی به کرسی و وزارت و موینیت تکیه زدن مسئولیت از اینا پیش مردم چی از در جنگ ها؟ مردم منتظر هستند که بزرگانشان چی میکنن بزرگان دین و دولت چی میکنن هرگاه اینا به این شکل ادامه بتن و مذاکره و جنگ را فکر بکنن هر دو موازی با هم پیش خواهد رفت و بالاخره به یک نتیجه مثبت خواهند رسید متاسفانه به چنین نتیجه مثبت نخواهند رسید و در آخر الامر مردم آهاد مردم وارد عمل خواهد شد وقتی که از, از حکومت اطمینان نداشته باشند به خاطر تامین امنیتشان وقتی که از سران و رهبران سیاسی ایشان خیر بهشان ایشان نرسه در او صورت کار بازاری مردم عادی قیام میکنند و وارد عمل میشن که در او صورت نه نظام موجود ماند و نه عذاب سیاسی با روشن دید شما چی است که علت ضعف قوت های نظامی آنچه که آقای واقف میگه افکار و دید ضد جهادی شمار از کسانی که در قدرت بودن از اونا است و یا رقابت های داخلی به شکلی از اشکال مانند موریانه نظام از درون میخوره تشکر و سلام خدمت بیننده های محترم ما علت اصلی را در نایمنی ها و در وضعیت امروزی که در افغانستان است اگر دقیق شویم از ساختار بعد از سقوط طالب اگر بگوییم ساختاری که به وجود آمد توسط خارجی ها یا جلسه بن اولا بزرگترین خیانت خود خارجی ها و در رس و کشور آمریکا به مردم افغانستان کردند چون برای اولین بار در تاریخ افغانستان افغان از روی مجبوریت به خاطر زنده ماندن خارجی را پذیرفتند و در اونجا جلسه که شروع شد تا که آقای حکیمی اگر میگن اگر نمیتونه منطق نمیتونه مردم افغانستان قبول کنه اگر به بیصابه... حساب نظر زد جهادی بودن باشه جهادی بودن اگر ما مشخص کنیم اول که صف مجاهدینی که واقعا جهاد کرده در افغانستان تا وقتی که روس و دست نشانده های روس از افغانستان بیرون شدن درست او مردم عام افغانستان واقعا پس دست داده شدن ماندن اما میمانه او کسایی که به خاطر قدرت جنگیدن در پنج سال افغانستان و ایران کردن و باعث شدن که طالب حضور پیدا کنه او دسته از مجاهدین با این دسته مجاهدین مردم افغانستان با جدا باشه میمون او دسته ای که به اصطلاح برای چوکی جنگ کردن بر قدرت جنگ کردن مردم کشتن خون خوردن خون ریختن این مردم ها شما در جلسه بون بیشترین سهم داشتن و در حکومت فعلی افغانستان اگر ما فیصدی بگویم بیشترین فیصدی رو دارن بیشتر از 80 فیصد اونا باید باشه شاید که 10 فیصد شکست خورده های خلق و پرچم باشه دا اونجا که اونا هم و ایمان بر کار کرد نمانده برشان چون یک بار شکست خوردن مردم است که شب و روز خود میگذرانند و کسایی که در دوران جهاد بودن یا به اصطلاح اون های به مجاهدین افغانستان که خون ریختن نه مجاهدین واقعی افغانستان شما ببینید از معاونای رئیس جمهور شروع کنین اردو از اون جمله است که میگه ما مجاهدین افغانستان هستیم وزیر داخلی شو ببینید از اموست. وزیر دفاع ببینید اموس وزیر رئیس عمومی امنیت ملی ببینید. از امو دست است پس این کدامش است که زدیت با با و مردم داریا گروه پس چی عیب در کجاست چگونه جنگ افزایش پیدا میکنه و بی‌ثباتی بیشتر میشه عیب اصلی در اینجاست که گفتیم کسایی که در دولت به نام افغانستان جمع شدند اینا واقعا کسایی نیستن که نمایندگی از مردم افغانستان کرده باشه بساس شایستگی و توانایی خود آمده باشن زیاتر بساس اساس تفنگ آمده به اساسی که ترور بیشتر کردن آمده به اساس که سهم سهمدار خود فکر میکنم ما جنگ کردم سالار جنگ هستم باید ما قدرت داشته باشم اصل علت ده اینجاست که اینا عقیده و ایدولوژی و ایمان حتی حتی بندازی یا طالب که بیشترین خیانت به افغانستان کردن هم نداره به خاطر ازی که شما ببینید وقتی که میگه انتهاری و فرد از او حاضر است میاد بهترین جای بهترین شرایط هم شاید داشته باشه ولی که بازم به خاطر هدف خود خدا انتحار میکنن میکشن اما از ما نمیکنن اما از ما بسیار راحت سازش میکنن و درست اگر بگویم همونطور که آقای حکیمی گفتن که جمعیت اگر جمعیت میگین که افرادش کشته میشن این خودش یکیش نشان میده که بیشترین دولتی کشته میشه جمعیتیسته. پس جمعیت سهم کلان در دولت داره سهم کم برش نداده اگر بازم بی تفاوتی است بازم بیشترین خیانت پس شما در, در بین حکومت یا به اصطلاح کرزه و دیگه و غیره نبینید بیشترینش شما سر خود در گریبان خود کنین یک بار ببینید که بیشترین خیانت رهبر خودتان کرده یک بار وقت که آمد با اصطلاح جهادی که کرد بازم که آمد در پیروزی که رسید اول خود چقدر به خاطر چوکی برای کشتن مردم افغانستان آدم فکر خواستن... در چنین حالتی که شما مقصر سر... میدانه در که بود خواست خاطر چوکی چهار سال پنج سال و ایران شد کابل مردم افغانستان زجر دیدم در از جنگ اونا بدن دوم یعنی بعد از پیروزی امی شکست طالبا و دولت موقت دولت فیلی که تا امروز است به خاطر بیشتر قدرت یا به خاطر چوکی شخص خود او اینا گرفتن اول یک جبهه متحد ساختن جبهه متحد با کی ساختن با خونین ترین دشمنای مردم افغانستان که در خلق پرچم باشه بدون از که تصفیه شون اینا اومدن جبهه متحد ساخت به خاطر که برای کرزه و امسال و خارجی و دیگه بگن که آقا ما هستیم اگر نکنین ما باز هم هستیم که تفنگ بر واقعی کرزه بسیار با, با یک باج بسیار راحت تسلیم شدن آقای ربانی برش گفت رو رئیس کمیسیون صلح میکنم بازم ببین پای سرمو بچه های خود ماندن ادقل همو بچه های افغانستان نه که با اونا باور نداره به خونشان بچه های به اصطلاح وفادار خودش همو که به خودش راه رفته قدم مانده امرش. سازش کردن با کی؟ با طالبه که هر روز بچه هایش و دستاورد کمیسیون به اصطلاح دروغین صلح که ساخته امروز اون خونه مو کسایی است که ادقل ما میگیم اما ام 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 خاصیت تمساوری امروز اکثریت مقامات افغانستان یا اکثریت که خود دولت مردا گرفته گرفته از یک طرف بچه خود میخورن از یک طرف اشک میرزن برش پس بنابر این شما جریان صلح سازش میدن آ این سازش واقعی میدانیم ادقل ایمان نداره یا به چی این سازش به کدام بها شده این سازش به بهای ازی شدن که هر کدام خود حفظ کنه یک آقای کرزی میخوای بگه که ما هم دارم کسای اونجا و میتونم بسازم شما این یک دولت مرد یک رئیس جمهوری که میخیزه میگه امروز تشخیص دوست و دشمن افغانستان مشکل است پس تو رئیس جمهور چی کار هستی که وقتی که یک کسی میخیزه میگه که ممکن که دست خارجی ها هم داره خیلیش باش خود تو خارجی ها رو میگه بیا که من برنامه استراتیجی که تر قبول دارم پایگاه های دائمی تر من میسازم پس تو چی میکنی؟ تام بر برو بیشی؟ اما تو که خانم خود خانه نشین کردی خودت هم پس استیفا به تدقل بگو که من نمیتونم نکی گرده هم افراد رو جمع کردی که هیچ کدام یک ندارن. آقای واقف آنچه که بانو بلقیس سازش خواند اگر دید سایدین همچنین باشه پیام شما چیست؟ خوشحال هستم که خانم بلقیس میبینم و به نظرات چون آشنا شدم ما فکر بکنم که بعضی اوراق تاریخ تاریخ دور و دراز افغانستان تاریخ چند روز پیش افغانستان از پیش خانم بلقیس خلط شده یک اشاره کوچک بکنم گفتن که جبهه ملی رو استاد ربانی معامله کرد کرد جبهه ملی اگر انتقاداتی از یه لحاظ باشه که چه کسانی در ترکیبش بودن بحث دیگه است من اونجا وارد نمیشم فقط از لحاظ تاریخی از لحاظ تاریخی فقط تذکر میدم که خانم بلقیس بودانن که جبهه ملی را استاد ربانی به هیچ عنوان معامله نکرده جبهه ملی در ریاست جمهوری کاندیدای مشخصی دادن جبهه ملی برابری استاد ربانی از آقای دکتر عبدالله حمایت کردن در برابری آقای کرزی و وارد هیچ نوع معامله ای نشدن. استاد را میگه که موقف فعلی چی اج... اج... بجرسی... هست؟ یا متلف اجازه اج... اج... اونا را اونا خانم بلقیس از خود پرسان بکنین دیگه خلط اوراقی که که گفتم که اوراق خلط کردن اینها با, با وارد فقط اشاره میکنیم که جنگ قدرت و جنگ مجاهدین مجاهدین در پیش از پیروزی سال 71 مجاهد بودند بعد از ما با این باور هستیم همه کسایی که حتی امروز و فردا و فرداهای دیگر به خاطری خونشان به خاطری اهلشان به خاطر دیارشان به خاطر مالشان و آبروشان بعدی به فرموده حدیث پیامبر من قتل دون عرضه فهو شهید و من قتل دون ماله فهو شهید و من قتل دون دمه و شهید و من قتل دون داره فهو شهید اینا شهید هستند ای جهاد است این مبارزه حق است این کاری بجاست دفاعی پنج سالی ما دفاعی از جنگ های مقدس و عادلانه می‌دانیم پنج سال حکومت مجاهدین در برابر, در برابر طالب در برابر ازب اسلامی در برابر همه چی. آه, 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 آه؟ من پرسش ما این است که آن چی که گذشت ما به قضاوت تاریخی و به عجل فقط خواستم بخراوی. اشاره بکنم در... به خلط اوراق آه. اوراق تاریخ که ترتیب تاریخی را ریایت بکنادم آدم در زدنش میاییم در بحث امروزی وجود و حضور استاد ربانی در رسی شورای عالی است. شما یک چیزم باید ببینید نه معامله است نه هیچ گه به خاطر چی تا هنوز طرفی مذاکره مشخص نیست طالبا رسما هیچ وقت مذا... مذا... مذاکره را به رسمیت نشناختند برخلاف طالبا شورای عالی صلح به شمول رهبرش از جمله اهدافی اه... اه... اهداف تروریستی اعلان کردند که اینا هدف هستند باید کشته شوند اما بس ایجاز که در این مسئله چرا رهبری جمعیت اسلامی افغانستان وارد شده بحث حکمت چی است از نظر جمعیت اسلامی افغانستان اکمت حكمت... امون اکمت است که در دوران مقاومت وجود داشت در دوران جهاد وجود داشت ما ما طرفداری یک سیاستی دو پهلو و دو بغدی هستیم استواری و مقاومت و صلابت در برابر دشمنی که با ما میجنگه ای سلامت را کی شما, شما که من میا... افراد من مس... طرفدار طالب اجازه... که به شهادت افراد شما خوش میشوند در نظام هستند اجازه شما را اجازه... اجازه اجازه که امین اندیشه را من یک بار ارائه بکنم با مسادقش به شما تذکر بیتون استواری و صلابت در برابر دشمنی که با ما میجنگه همچنان همچنان مطرح کردن صلح و آشتی به عنوان این که جنگ رای حل نیست جنگ هیچ چیزی را به مقصد نمی چیزایی را که حتی طالبا میخوان، مطالباتی را که طالبا دارن راهش چی است باید به با مذاکره رو بیارین جنگی طولانی و کشتار اما آن که شما پیشتر گفتید دو سه دقیقه پیش با آنچه کنون میگه این در تناقض نیست در نیست مثلا نیست آدرس معلوم نیست حاضر به مذاکره نشده اعضای شورای صلح را واجب دم یا واجب بله قتل دانسته پس مذاکره آب در آوان کنید. نیست, نیست نیست مثلا ببینید شما طالب ها به این تا اهدافی حتی افرادی تری را که در ابتدا داشتند و تا امروز هم تعقیب کردند و حتی با او شدت و حدتی که در ابتدا داشتند وقتی به دروازه های کابل در سال افتاد و چهار رسیدند شما باید ندارید که احمد شاماسود به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح دولت مجاهدین دولت اسلامی افغانستان به تنهایی تنهاییش و میدان شهر رفت تا با سران طالبان مذاکره و صلح بکنه یعنی شما ایش... میدانی رفتن را؟ ب... بله بله چرا استاد ربانی نمیره استاد رب... رفته ولی مسعود رفت استاد ربانی و مسعود هیچ تفاوتی از هم نداشتن هیچ در در در, در جدایی از هم تماس نگرفت من میخوام بگم, بگم که من جمعیت در یک سیاست یک پارچه و اماهنگ از ابتدایش تا امروز حرکت کرده جمعیت که صد منی مقاومت در برابر طالبان ساخته بود ستون فقراتش تشکیل میداد در پنج سال جنگ بعد از رفتن حکومت مجاهدین از کابل به شمال و در, در, جنوب هم حضور داشت در امو وقتم مذاکرات اشقابات انجام داد مذاکرات تاشکند انجام داد مذاکرات اسلام و انجام داد پیوسته طرفدار طرفدار صلح طرفدار صلح بودند اما با یک تفاوت امروز که دیگر امروز جمعیت به عنوان یک حزب سیاسی مسئولیت های نظامی و اپراتیفی نداره مسئولیت های دیروزین جمعیت باید دولت کنونی افغانستان داشته باشه اون سلابتی مقاومت استادگی را پایداری را باید وزارت دفاع افغانستان نشان اما شما بتن... که میگه می افراد در فکر زدودن مجاهدین است وقتی که چنین باشه آیا این کسانی... یک بالا نیست؟ کسانی کسانی ه... چون طبیعت سنت الهی است که زندگی انسانی زندگی ان انسانی پیوسته دچار تحول و تغییر است کسی یک روز یک رقم میشه کسی یک روز یک رقم دیگه میشه گاهی صحابی پیامبر به شما گا... را تن... تحمل میکنه بالای مردم افغانستان گاهی کسایی که سخنان مرا میشته و مصادیقش بسیار خوب در بیابند گاهی متاسفانه در تاریخ چنین واقع شده صحابی پیامبر مرتد میشه گاهی متوجه هستین عبدالله ابن ابی صرح و امثالش بدون شک در این تحولات کسانی جایگاه تبدیل کردن کسای اندیشه تبدیل کردن کسای ریش و سر و رو تغییر دادن تا هماهنگ با جریان حرکت بکنن کسانی پاورجای استاد شدند دایه جمعیت اسلامی افغانستان دایه ملی و مردمی افغانستان است چیزی که میخوام در عنوان شورای صلح بگم با اگر من, من با یک موضوع دیگر شما گفتید که تغییر چهره شما میخواهید بگویید که رهبری جمعیت که آقای ربانی است به عین قیافه و کرکتر درونی و بیرونی است بله اما کسایی که رهبر بودن تغییر وضعیت دادن نه نه اوتو نیست او تو نیست پس کیها ای 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 با با تعمیم نیست،, نیست ما, ما کی میگم ما کی متکلمی همین سخن هستم میگم نیست تعمیم گرایی نیست پس مشخص بسازید کدام نمیخوام مشخص بسازم ولی گفی برا کسایی که هستن میدانن که پهلوی می، دیگر میدانن که تعمیم است میدانن که میدانن که میدانن که کی روی سخنی ما باقی است ما آقای سنچارکی گفتهای داشته باش درباره سخنان آقای حکیمی خب ببینید ما در مورد شورای عالی صلح یک نظر دارم که رئیس جمهور کرده یک تشکیلات جور کرده است تمامی رهبران و ایدا و علما و سناتورا و کلانایی که دور برش بود یک نمونه را در مرکز جور کرد و نمونایش در سی ولایت کشور این تشکیلات زمین سازی شده برای انتخابات بعدی ریاست جمهوری یا به خاطر لوی جرگای انعنوی که بتانه اهداف رئیس جمهور را بیشتر بره به سلط کدام ارتباط نداره این ها با یک هزینه بسیار کلانی که یک اما ائتلاف چه کرده؟ اطلاف, اطلاف ملی تاوری که شما در جریان هستین به عنوان یک جریان سیاسی روی اصول و اساسات خود استاد شده موزگیری های قاطع و روشن و دقیق خود داشته و تلاش داره که ائتلاف ملی بتانه روند سیاسی موجوده نهادی نکنه و در راستای روند سیاسی موجود کار کنه و فعالیت بکنه و هیچ باوری به این نهاد به این به اصلاح ای ارگان های بسیار شکلی و سنتی و پوسیده نداره ما میخواهیم که روند سیاسی موجود تقویت شود در قالب روند دموکراسی نهادی نشا و از این طریق ملت افغانستان بتونه اراده خود تمثیل کنه و این انتخاب های واقعی خود داشته باشد نه اینکه ما به شکل منفعت جویانه مقطعی موسومی به خاطر چوکی معامله سازش بریم و طرفی مشکل افغانستان حل نمیکنه مشکل امنیتی را حل نمیکنه آقای توحیدی رای حل چی است مردم افغانستان های قربانی رقابت های. تن محدود به خاطر به دست آوردن جایگاه است و یا مشکل از دیگه جای نوشی میشه نه به مردم افغانستان قربانی تروریسم است رقابت های موجود چندان اثر نه در دفاع داشته و نه در مذاکره داره اینا فقط به خاطر رسیدن به مقام چوکی از هر ذرای ممکن استفاده کردن و این کارم میکنن مردم افغانستان در حال حاضر باید تصمیم بگیرد یا ایست که با این وضعیت موجود ادامه بتن تا یک یک بار دگه طالبان حاکم شوند و سرنوشتشان به دست ادهی از آقای واقع اشاره که مخاطبین ما گپ ما را که تعمیم گرایی نیست رخ گپشان به کدام طرف بود؟ جناب واقف سیف فکر می کنم با او در سران مجاهدین صحبتشان بود که دریشی پوشیدن نکتایی زدن کنفرانس بن را قبول کردن به وزارت ها رسیدن و در حال حاضر مسئول اونا را میدانه و باور من این است که نه او دوستا مسئول هستند که نتونستن یک انسجام کامل مجاهدین را به وجود بیارن حداقل از کسایی که در دفاع از از ارزش های موجود و در دفاع از نوامیس ملی در دفاع از افغانستان در دفاع از خون شهدایی که در برابر طالبان به شهادت رسیده بودن اونا هم مسئول هستند و رهبری جمعیت متاسفانه در حال در در حال حاضر تمام مسئولیت این, این مسئله را به دوش گرفته ما یک چیز میخواستم عرض کنم کوتا جناب واقف صاحب فرمودن که ما از اول طرفدار مذاکره بودیم دقیقا در تمام مجنیال خودشان میدانند که ما حضور داشتم و در متن امی حوادث بودم تمام مذاکراتی که با طالبان صورت گرفت نتیجه نداد یک بار دیگه مگر رهبری جمعیت باز به اشتباهات گذشتهش مراجع میکنه یعنی تکرار مکررات مذاکرات اشقابات ناکام شد مذاکراتی که به صورت غیر مستقیم در پاکستان بود ناکام شد رفتن قهرمان ملی افغانستان نزد طالبا که نزدیک بود در زمان به شهادت برسن مشخص شد ناکام بود تمام مذاکرات ناکام بود آقای قانونی زنده است و دوستایی که در این مذاکرات شرکت داشتن همگی میدانند که که تغییر نکردن او امو افراد و اشخاصی که پنج سال حکومت کردن اما افراد و اشخاص هستند لازم چرا خودم سرگردان می‌سازند و چرا مردم افغانستان را در ابهام فرو می‌برند فرزند جوان مردی که در برابر طالبان یک سال کامل جنگیده و به اثر حملات تروریستی به شهادت رسیده آیا سزاواری این نبود که بالای جسدش حد اقل به خانوادهش اطمینان داده میشد از جانب رهبری جمعیت که از هر قطر خون از آدم دفاع میشه و انتقامش گرفته میشه مولانا سید خوی لمات شد جنرال داوود امی قسم شد خان محمد مجاهد امی قسم شد دشمنان افغانستان اینا بالاخره مردم افغانستان میپرسند میپرسند دشمنان افغانستان کی است واقف صاحب والا دشمن کی است تشکر تشکر نیست تعریف کی گفت تشکر تشکر نگفت طالبان آقای فرهاد زیمی آن چی که در مجلس میگذره مجلس نمایندگان اگر دوام بکنه و اثرگذار نشه بالای روند صلح و زدودن جنگ مسئولیت شما چی است ای باره مسئولیت شورا چی است ببینین موقعی که مردم ما می‌بینند که حکومت افغانستان توانایی جنگیدن با دشمنای خود را نداره و امنیت مردم افغانستان تعمین نیست و ما در گذشته دیدیم که در جنوب افغانستان چنانچه که فعلا روند در شمال افغانستان جریان داره به میشکل جریان داشت و بالاخره امروز جنوب افغانستان به صورت نسبی از کنترل دولت خارج شده و ما تماس هایی که با مکلین خود داریم و افتخار نمایندگی از اون مناطق افغانستان را داریم اونا یک نگرانی دارد که پنج سال ما انتظار کشیدیم تا هنوز حکومت افغانستان نتانست که امنیت ما را تامین بکنه نتانه که امنیت ما را تامین نکرد و امروز توانایی از ندارد نداره که فرماندهان ارشده که به خاطر حکومت و مردم افغانستان در مقابل دشمنای مردم افغانستان می اونا به شهادت میرسه بالاخره ما به با عنوان یک نماینده و مردم نگرانیم چالش است که یک روز نشه که مردم شمال تصمیم بگیره و به این متقاعد شوند که حکومت امنیتشان را تامین کرده نمیتونه دشمنانشان را از بین برده نمیتونه خودشان تصمیم بگیره او وقتی است که وقتی مردم در راستای تامین امنیت و در راستای جنگیدن با دشمن بدون هماهنگی حکومت داخل کار شد او وقت است که نه حکومت در جنوب سیطره خود داشت و نه در شمال و او است که حکومت محصور میمانه صرفا در کابل و ای حالت به نفع مردم افغانستان نیست و شورای ملی تا وقتی که در رابطه به منافع مردم افغانستان بلخص اولوسی جرگی افغانستان در رابطه به مسالی اولیای کشور تصمیم میخواد را ایار نسازه ای روند ادامه پیدا میکنه و ولوسی جرگ نمیتونه که تصمیم بگیره که او به منفعت مردم شکت. افغانستان بوده باشه بانو روشن مسئولیت اعضای مشان و جرگه یا چی از داری رابطه؟ آیا فقط در حرف اکتفا میکنه یا اقدامات بیشتر از این مراجعه به دروازه های مسئولین حکومتی و یا استجواب اونا بیشتر خواهد شد توسط شما در مجموع پارلمان افغانستان که مجلسانش باشه شما بینید که همونطور که گفتیم در سوق افغانستان که دولت تشکیل بده زیاتر اکثریت کسای آمدن که عقیده به دولتداری نداره عقیده به توانایی مردم ندارن فقط بر اساس هم سهم خود بر اساس زور خود آمدن بنابرازی پارلمان افغانستان هم آریازی نیست ولیسی جرگر اگر بگویم خو خودشان در درگیر خود تانوز نتونسته اونا با حکومت سرنوشت خود تعیین کنه یک روز میگه ما استعزا میکنیم روز دیگه خودشان گپ خود میگیرن این مشکل است که امروز مردم ما عملا میبینه شما مسئولیت به دوش مجلس هم میندازی از مجلس نمیتونه که استثنا بنام به نام مردم معاشای خوب میگیره به نام از او مردم زندگی خوب داره به نام از او مردم عزت میشن به نام از مردم زور میکنن سر مر... سر دیگه نار بب او بخشفتم كه نا درجير خود هست متاسفانه که نتانسته اتا رئیس بین خودشان بین شورا اگه بگوییم بین اولیسی جرگه انتصابی است بین اوزبکا انتخابی تانسته تاین کنه و میاین سر مشران جرگه مشران جرگه هم نمیتانه آوری باشه چون این افرادی که واقعا عقیده به ایداره که این حکومت و می وضعیت فیلی خود ای دولت نمیتانه ایدامه بته واقعا باید یک تجدید نظر واقع بشه و فقط مانده که مشران جرگه یک بار از جمهور به ندیده ولی که خواستن هر روز از اینا و گفتن ازی که اشتباس وضعیت وضعیت میفهمین رئیس جمهور هم یک وضعیت میفهمین نهایت امیر میرسونه او کسایی که عقیده داره به این مردم باید با مکلین خود یک جا هم صدا گرچه موکلین کارت دستخوانشان استخوانشان رسیده دیگه توانایی نداره مردم به ولایت که صحبت کنین کلا مردم آمادی مو قیام آماده آوردن صدای خود است امیدواریم که اکثریت و وکلا در رخصتی هایی که این بار میره با مکلین خود واقعا هم صدا بتوانه که در برابر این فاسدی نه که در دولت, دولت به نام افغانستان جمع شده عکس نشان میده غیر از او بدبختی مردم روز به روز اضافه خواهد بینندگان عزیز تا جایی که مشاهده کردید رئیس مرکز رسانه های حکومت در بحث ما تشریف ناورد تشکر از مهمانان محترم ما که در بحث ما حضور داشتند و همچنان سپاسگزار هستیم از شما که تا این لحظه با ما بودید